اعجوبه یمنی در کربلا که نام خودش را روی تمام خنجرهایش حک نموده بود. او شبیب ابن عبدالله نهشلی است. او به همراه امام زمانش ولی فقیهش به کربلا رفت. عاشورا رسید. زمانی که عمر ابن سعد دستور داد که آب را بر روی اردوگاه امام حسین ببندند، شبیب ابن عبدالله نهشلی و نافع ابن هلال و حضرت ابوالفضل عباس برای آوردن آب به سمت رود فرات رفتند. بن حجاج زبیدی گفت: کیستی و برای چه آمده ای؟ شبیب ابن عبدالله نهشلی گفت: من شبیب ابن عبدالله نهشلی هستم و آمده ای از این جد که ما را ازم من نمودند بنوشیم. حجاج گفت: نه، من مأمورم که این جد را بر حسین و یاران و خانوادش ببندم. در این لحظه حضرت ابوالفضل عباس و دیگر یاران امام حسین سر رسیدند. نافع ابن هلال گفت: مشکایتان را پر کنید. اما بن حجاج زبیدی و یارانش مقاومت میکردند، اما با وجود سدی محکم و جنگجوی بی همتایی همچون حضرت ابوالفضل نتوانستند کاری از پیش ببرند و یاران امام موفق شدند که آب امام حسین و خیمه های امام حسین برسانند. آن شب سپری شد و عاشورا رسید. شبیب ابن عبدالله نهشلی از کسانی بود که حتی اگر هزار بار می مردند و باز نمی شدند، باز هم برای سرور و مولای خود به سوی مرگ می رفتند و با آغوش باز مرگ را پذیرا می شدند. در کربلا حماسه آفرید. او بسیار جنگید و چون در جنگاوری مهارت بالایی داشت، توانست بسیاری از افراد شمر و عمر را به درک واصل کند. او چنان شمشیر می‌زد که شمر چاره‌ای جز محاصره او نداشت. او محاصره شد. ناگهان با حرکتی رعداسا شبیب یکی از خنجرهایش را کشیده و به سمت شمر پرتاب نمود و دست شمر را مجروح ساخت. شمر به ناچار فرمان عقب نشینی داد. شبیب با دیدن این صحنه رو به شمر کرد و گفت: وای بر توی شمر، آیا تو فرار میکنی؟ بیا و با من بجنگ تا ببینی که کیفیت کسی که برای شهادت میجنگد با کیفیت مبارزه کسی که برای پول و ثروت و مقام میجنگد زمین تا آسمان متفاوت است. شمر گفت: ما از این چرندی ها زیاد شنیده ایم
سپس شمر به سمت سپاه عمر بازگشت و شبیب ابن عبدالله نهشلی نیز به سمت یاران امام حسین بازگشت. شبیب ابن عبدالله نهشلی گفت: مولایم، اگر هیچ کس شما را یاری نکند، به خدا سوگند من تا آخر با شما هستم. امام او را دعا نمودند. شبیب ابن عبدالله نهشلی از همان کسانی بود که در جنگ صفین نیز بارها از حضرت علی محافظت کرد. او یکی از با وفاترین یاران امام حسین تا لحظه شهادت و حتی بعد از آن است. او دوباره به میدان رفت. او مثل شیری غران می جنگید و رجز می خواند و چون در جنگاوری مهارت بالایی داشت، توانست بسیاری از افراد شمر و عمر را به درک واصل کند. شمر به ناچار خود به میدان آمد و شبیب ابن عبدالله نهشلی و شمر با هم درگیر شدند. شبیب پای شمر را مجروح ساخت و شمر به عقب برگشت و در نهایت دو نفر به نامهای صفوان ابن انس و عبده ابن قریش شبیب ابن عبدالله نهشلی را به شهادت رساندند و این یار و فدایی امام حسین که تا لحظه شهادت در کنار امام ماند به بهشت رفت و رستگار شد. به امید رستگاری و سعادت برای همه انسان‌ها و آزادگان عالم به برکت ظهور و حضور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، پاینده و عزیز باشید تا یه ویدیوی دیگر. خدا نگهدار، پاینده باشید.